سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردان جمشید شانتی هستم، این بار در واشنگتن و از گوشه در کتابخانه شخصی در شما عزیزان نگاهی خواهیم در این خبرهای در ایران منطقه و از در ایران و ایران انتصاب آقای علی شمخانی به ریاست یا دبیری شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، ارجاع پرونده آقای کروبی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی احتمالا به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، چه ارتباطی بین این دو موضوع وجود دارد؟ گسترش ابعاد فساد در جمهوری اسلامی، ابعاد فساد مال با افشا شدن بیشتری از پرونده آقای بابک زنجانی، آخرین رویدادها در سوریه و عقب انداختن حمله احتمالی آمریکا به مواضع معین در سوریه و آنچه که در پس پرده به گفته آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مکاتبات بین تهران و واشنگتن می‌گذارد در آستانه سفر حکومت اسلام با من هستند و استودیو لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازدار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، سلام و درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در هر کجای جهان به ویژه در خانه پدری. خب من امیدوارم اگه اشکال فنی وجود داره در ارسال این برنامه، چون من هم از طریق اسکایپ در خدمت بینندگان هستم، بر ما خواهند بخشید، چون برنامه هم مثل بقیه برنامه ایران فردا متعلق به خود بینندگان تفسیر خبر. زمنان آقای میرزاده عزیز، من وقتی در استودیو هستم وقتی قطع وصل میشود آقای سازگار رو میگفتیم که وصل میشودیم، معمولیت هم طبق معمول به خود بنده چشم بنده این کار حتما خواهند کرد. چشم از کنم خدمتون از اینجا آغاز کنیم. ببینید، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نهادیست به هر حال مهم در ساختار جمهوری اسلامی، ابعاد وظیفش، مسئولیتاش، و بعد اینکه کسی مثل آقای علی شمخانی به این سمت دبیری این شورا انتخاب شده و اینکه صحبت این میشه که پرونده آقای مهدی کروبی و میرحسین موسوی قرار به این شورا بره، آقای خامنه‌ای ظاهرا موافقت کرده، اینها چه ارتباطی با هم داره و نشون دهنده تحولی هست نیست؟ چه خبر؟ بله، اولا خب نمیتونم بگم آقای دریادار، یک شب دریادار شده علی شمخانی بهترین گزینه برای دبیری شورای امنیت ملی است، ولی خدا رو شکر آقای محمد فروزنده نیومدن، فرد منتخب آقای خامنه ای که خیلی هم اصرار داشتن. ایشون عکس برگردان آقای سعید جلیلی بود، شاید با یه خورده تندروی بیشتر. بنابراین بسیار خوشحالم که ایشون در همون بنیاد مستضعفان مان تا به خدمات خود به ولی فقیه و دولت پنهان ادامه بده. علی شمخانی چند تا حسن داره که آدم بخواد ارزشیابی بکنه. اولا اینکه ایشون عرب ایرانی است، بنابراین خود مشارکت او در بالاترین مرکز تصمیم گیری یه مقدار این تبعیضی رو که به هر حال به همه سو روا میشه نسبت به اقوام ایرانی، حداقل نسبت به عرب‌های ایران تا یه حدی دلگرم کننده است که یکی از اونها در مقام بالای دبیر شورای امنیت ملی حضور داره. نکته دوم، آقای شمخانی یه تجربه مدیریت موفق داره
ایشون در زمانی که وزیر دفاع بود موفق شد صنایع نظامی رو زیر رو بکنه و دستاوردهای مهمی در این زمینه داشت. یک موضوعی رو هم نقل بکنم از ایشون. وقتی آقای خامنه یک شبه در میان حیرت همگان ایشونو کرد فرمانده نیروی دریایی ایران، یعنی جایی که افسرهای برجسته‌ای بودند که در طول جنگ ایران و عراق قابلیت‌های خودشون رو نشون داده بودند، خیلی آزرده بودند، بسیاری از افسرها در صدد استعفا بودند. آقای شمخانی صداشون زد و گفت آقا من تقصیری ندارم، اتفاقی افتاده، بنده رو کردم فرمانده نیرو دریایی، بیایید از این امکانات من استفاده کنید و نیروی دریایی رو بازسازی کنیم. و حقا بعضی از فرماندهان نیرو دریایی، ناخدا یگانه، ناخدا خدا رحمتش کنه، زندیات دانکار و عده از اینا بودن که همکاری باهاش کردن، همین فرمانده فعلی نیروی دریایی، و اینا باعث شدن نیروی دریایی ایران یه تحول عمده پیدا کنه. بعدم که ایشون رفت مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی، آمدن آقای شمخانی به شورای امنیت ملی به نظر من یه گام مثبته که آقای روحانی موفق شده این کار رو انجام بده. اما اینکه سرنوشت پرونده آقای کروبی و موسوی رفته به شورای امنیت مقدمه افراج یا مقدمه آزادسازی آنهاست، به جهت اینکه قوه قضاییه هیچ وقت حکمی علیه اونا نداده، به امر رهبر اینا تحت حصار قرار گرفتن و در بازداشت خانگی شدن. الان هم آقای خامنه ای که برای که از سر خودش باز بکنه، در این حال روحانی بتونه کردیت برای خودش بگیره، اومده به تشکیلاتی که رئیسش روحانیه، یعنی اگه فردا اینا آزاد نشن این آقای روحانی بوده که نخواسته اینا آزاد بشن. اینه که به نظر من اینا همه اقداماتی است که در جهت اعتبار بخشیدن به روحانی انجام میگیره، کمان که روحانی موفق شد مذاکرات اتمی را از شورا بگیره، از دبیر شورا، و بده به وزیر خارجه و وزارت خارجه. موفق شد یا بهش داده شد؟ نه، مرافعه بود اون پشت، بالاخره چانه زنی بود. آقای خامنه ای هم ظاهرا ملایمت نشون داد و موافقت کرد، چون آقای خامنه ای هم چاره ای نداره، انقدر خرابکاری در عصر احمدی نژاد شده که شاید آقای خامنه ای برای نجات خودش فکر میکنه بهتره به روحانی یه فرصتی بده. به اتفاق شما به همین همسایگی خود ما میریم، در همین حوالی آقای دکتر محسن سازگارا سلام بشون. عرض سلام و ارادت دارم آقای چالنگی، خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم. واشنگتن تشریف آوردیم، البته من هنوز نشده خدمتتون برسم، کراواتی که آقای دکتر نوریزاده رو دادن ازتون بگیرم. ولی خدمت آقای نوریزاده هم سلام عرض میکنم، خوشحالم که ایشون بهبود پیدا کردن و خدمت همه بینندگان هم عرض سلام و ارادت دارم. سپاس بسیارتون آقای سازگارا. در همین زمینه، در همین زمین انتخاب و انتصاب آقای شمخانی به دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی، آیا از زاویه شما هم مسیر و همسو هست با از زاویه آقای نوریزاده یا خیر؟ شمخانی به هر حال از ناراضیان سپاهه، نه در حد شاید حسین علایی، ولی بالاخره کسی است که در این بساط 8 سال گذشته که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد رو در رأس دولت گذاشت و آقای سازگار بله احمدی نژاد رو در رأس دولت گذاشت ایشون و این فجایع اعتبار اومد، کسی بوده که برخوردنش رو کنار و گروهی که آقای شمخانی در سپاه باهاش محبوبن و آقای دکتر سازگار بله بله الان صدا خوب شد؟ بله بله بفهمم. بسیار. من به فرمایشات آقای دکتر نوریزاده که به ابعاد مدیریتی شمخانی اشاره کردند، باید که به یه لحظه ببخشید من دوباره از نو بعد بگم، یادم رفت این تلفن رو ببندم. ببخشید.
من به ابعاد مدیریتی که آقای دکتر نوریزاده فرمودن باید یه بحث سیاسی رو هم راجع به آقای شمخانی اضافه کنم. آقای شمخانی از به تعبیر ادبیات سیاسی رژیم ایران از ساکتین فتنه است. ایشون کسی است که فردای تقلب انتخابات سال 88 نه فقط حاضر نشد لغت فتنه رو به کار ببره و بلکه از موسوی و کروبی هم تجلیل کرد، حمله نکرد و حاضر هم نشد سیاست های سرکوب رو دنبال کنه. آقای شمخانی به هر حال از ناراضیان سپاه، نه در حد حسین علایی، ولی به هر حال کسی است که افرادی که باهاش ارتباط هم دارند بخشایی از سپاه و بخشایی از مملکت هستند که در کاتگوری این سرکوبگرا محسوب نمیشن. از قراری که آقای چالنگی من شنیدم، آقای خامنه‌ای رضایت نمیداده شمخانی دبیر شورای امنیت ملی بشه، ولی این آقای رفسنجانی بوده که گفته میشه با آقای خامنه‌ای صحبت کرده و در واقع اون دو شرطی رو که برای تحریم ها پشت پرده مطرح شده، یکی اینکه آقای روحانی اختیار داشته باشه که این شرط آقای خامنه‌ای بعد از چک و چونه همطور که آقای دکتر نوریزاده گفتن کشمکش های پشت پرده تسلیم شد و اختیار داده به دولت، دولت هم واگذار وزارت خارجه کرده. دوم اینکه نشون بدن چیزی در ایران عوض شده، در دستش آزادی زندانیان سیاسی و نشانه خیلی روشنش رفعه هست آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. این دومی رو هم شنیدم که آقای رفسنجانی با آقای خامنه‌ای مطرح کرده که دنیا آقای روحانی رو جدی آقای دکتر سازگار شنیدم که با آقای خامنه‌ای ایشون مطرح کرده آقای رفسنجانی که دنیا جدی نمیگیره آقای روحانی رو اگر چیزی در ایران عوض نشه. و در واقع در تحلیل نهایی باید گفت که اون چیزی که این انعطاف رو ایجاد کرده و ارجای پرونده آقایون و خانم رهنورد به شورای امنیت ملی، اون هم با دبیری آقای شمخانی، که من امیدوارم این مسیر ابتدای آزاد شدن این عزیزان باشه و سایر زندانیان سیاسی، این ماجرا به نظر من اصلش در واقع فشاری که روی گرده آقای خامنه‌ای هست، کارد تحریم به خصوص تحریم نفتی روی گلوی ایشونه که به هر قیمت میخواد این رو حل کنه، رفع کنه و بلکه بتوانند مشکلات اقتصادی کشور حل کنه. خب صحبت مشکلات اقتصادی کشور شد آقای نوریزاده. ببینید ابعاد حیف و میرها، ابعاد فساد مالی، ابعاد بذارید یک کلمه بگیم دزدی از بیت المال مردم وارد یک ابعاد خیالی شده. یعنی قضیه آقای بابک زنجانی رو مثلا ما میشنم و بقیه در صنایع مصر و بقیه، این رو چطور توجیه میکنه؟ آیا برنامه آقای روحانی داره برای برخورد با یه همچه وضعیتی؟ آقای بابک زنجانی رقم هایی صحبت میکنن شما و آقای سرزارا و بینندگیمون تصور. چالنگی، در زمان آقای احمدی نژاد برای دور زدن تحریم ها اینا اومدن یه ده از آدم هایی که بعضی یکی سبزی فروش بود در کویت، یکی دوچرخه ساز بود در قم، حالا هر کدومشون یه شغلی داشتن، اینا رو برداشتن فرستادن در خارج و برای اینکه اینا تحت کنترلشون باشه نفت در اختیار اینا میذاشتن که اینا در خارج نفتا رو به قول خودشون آب کنن و پول اینا رو در یه حسابایی که درست میکردن بذارن و بعد به طرق مختلف منتقل بکنن به داخل کشور. وقتی اعلام شد که به مؤسسات وابسته به دفتر رهبری نفت میدن، مثل بنیاد مستضعفین 15 خرداد، این تشکیلاتی که درست، بنیاد قدیر غیره، احمدی نژاد هم بلا فاصله عوامل خودش را انداخت، همین آدما و آدمای شبیه به اینا نفت داد. ببینید آقای چالنگی، آقای احمدی نژاد
14 نفر رو در نقاط مختلف از جمله ترکیه، قبرس، دبی، قطر، گرجستان، مالزی، شانگهای، تایلند، اینا آدمایی بودن که در اونجا گشتن. یکشون هم این آقای بابک زنجانی بود. آقای بابک زنجانی 9 میلیارد دلار پول نفت دستشه. حالا 7 میلیاردش رو منتقل کرده به یه حسابی که اونم توقیفه ولی متعلق به دولت ایرانه. 2 میلیاردش دست خودشه. این بانکی که صحبت ازش میشه بانکی است که آقای بابک زنجانی 80% سهامش رو خریده. اگر ایشون آدم آنست و درستی بود باید میمد این 80% سهام رو واگذار میکرد به یه نهاد دولتی یا به یک تشکیلاتی که به هر حال مرتبط با دولته. اما ایشون این 2 میلیارد رو گرفته دستش و میگه من نمیدم تا تضمین کافی داشته باشم. تیاره شخصی مال خودمه، ساختمونایی که اینجا دارم مال خودمه، چیزایی که بیرون دارم مال خودمه، اینا رو شما اوکی به من بدین، سند رسمی بدین تا من اینا رو بهتون پس بدم. 5 نفرم که 6 نفر جمهوری اسلامی ماموران اطلاعات سپاه دزدیدن، از جمله آقای عباس یزدانپور در فجیره که خب ایشونو به قصر رسوندن. حالا من نمیدونم چه مصلحتیه که دولت بریتانیا و دولت امارات، من میدونم که حداقل واقعیت رو نمیان بگن چون هر دو باید موضع بگیرن و الان لابد با جمهوری اسلامی مشغول مذاکره، نمیخوام بگیرن. بقیه رو از گرجستان دزدیدن، از ترکیه و از قبرس. اینا از همین افرادی بودن مثل بابک زنجانی که پولا رو گرفتن و میگن نمیدیم. خب در کجای جهان شما سراغ دارید کشوری که دارای نفته به جای اینکه مستقیما خودش بفروشه تکیه روی قاچاقچی و دلال و واسطه کنه، جز جمهوری ولایت فقیه که به خاطر خواست رهبر در مورد برنامه اتمی ایرانو به این وضع آشفته انداختن با این دزدی ها. به قول دکتر رضا تقی‌زاده امروز یه جمله به من گفت، گفت روزی 500 میلیون دلار ضرر ماست روی این اصرار آقای خامنه ای برای داشتن برنامه اتمی، برنامه اتمی نظامی. اگر اینا دست از این برنامه برمی داشتن فقط با 2 روز خسارت، یعنی 2 تا 500 میلیون دلار 1 میلیارد دلار، ما قادر بودیم نیروگاه گازی سالم درست در کشور ایجاد کنیم یا از این نیروگاه های ارزان اتمی بریم بخریم و درست کنیم و اینجور گرفتار نمیم. پس ببینید آقای چالنگی، فساد ناشی از سوء مدیریت، ناشی از یک خواست ناحق مجموعه است که فکر میکنن با داشتن سلاح هسته‌ای مسئول میشن و کسی دیگه نمیتونه کاریشون بکنه. آقای بشار هم همین فکر رو میکرد، فکر میکرد با ذخایر سلاح شیمیاییش کسی نمیتونه بهش کاری بکنه. حالا دستشو برده بالا و تسلیم شده. اینو در مورد جمهوری اسلامی هم خواهیم دید. به سوریه خواهیم رسید. اما آقای طریق‌زاده عزیز، دوست گرامی هر دوی ما، سخن بسیار دقیق گفتن. اون تو نکته هم در حاشیه‌اش هست آقای نوری‌زاده که 500 میلیون دلار روزانه از سفره مردم میره، درست؟ بله. ما اگر این ضرر هم نمی کردیم، یعنی درآمد می اومد در داخل ایران، متاسفانه به سفره مردم نمی رسید. کما اینکه در همین چند سال 7-8 ساله 800 میلیارد دلار به گفته آقای رفسنجانی یا بقیه معلوم نیست چه شده، یا هیفومیل شده، یا خرج اتینا شده، یا بقیه. درست. این نکته هم هست. بله. اما ببینیم خود آقای بابک زنجانی هم صحبتی کرده، ببینیم خود ایشون چه میگه. یک بسیجی به گفته خودش اقتصاد، اینکه اتفاق تحریم در خصوص من و در خصوص اون بانکی که فعالیت میکرده و کمک میکرده به این مجموعه اتفاق افتاده، ارتباط سویفتی این بانک قطع میشه. زمانی که ارتباط سویفتی قطع میشه، خب این بانک نمیتونسته پیام بزنه و منابعی که داشته رو انتقال بده. این پولها رو الان دولت میخواد که در حسابهای بانک مرکزی بریزه، در حسابهای وزارت نفت بریزه تا نشون بده که این پولو وصول کرده. خب هیچ جای دنیا این پولو در حسابهای بانک مرکزی یا در حسابهای شرکت نفت نمیشه واریز کرد. یه کسی بیادش 1000 یوروشو واریز کنه، منم بیام
نمیدونم به قول آقای وزیر 2 میلیاردشو واریز بکنن. خب آقای بابک زنجانی خودش رو یک بسیجی اقتصادی نامیده، به قول یکی از دوستانی که نکته بین هست این نکته رو اشاره میگه، میگه بله خب ایشون بسیجی اقتصادی هست، حرفش کاملا درسته. وقتی بسیجی ها خنجر میتونن بکشن بر گلوی دختران و زنان در خیابان ها بگذارن، آدم بکشن به راحتی، سرکوب بکنن به راحتی، گلوله شلیک کنن در مغز دختران ایرانی مثل ندا آقا سلطان، چون این ابعاد گستره خشونتی رو بتونن اعمال بکنن، خب لابد بسیجی اقتصادی هم وقتی سوء استفاده میکنه، طیف و میل میکنه، باید رقمهاش در همین حدود باشه، میلیاردی باشه. نکته ایست قابل توجه. آقای سازگارم، این یعنی چی واقعا؟ یعنی کجای دنیا گفته؟ آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد استفاده 1 تومن 2 تومن، این کجاش با عقیل برادر امام اول شیعیان که عرض کنم خدمت شما همین روحانیون حاکم بر منبر تبلیغ میکردن که چه کرد امام اول شیعیان با برادرش؟ این آقای بابک زنجانی ها کجاشون با یه همچین روایت هایی میخونه؟ و حتی از درمیان همون بسیجی هایی که میرن آدم میکشن، نتیجهش سوء استفاده همین آقای بابک زنجانی نیست همچین چیزی؟ کاملا کاملا. ای کاش میشد این تحلیل شما رو به همون بسیجی که آدم میکشه حالی کرد، نشانش داد که وقتی نظام متمرکز ولایت فقیه رو نظام دولت سالار، حکومت سالار و منابع انحصاری ثروت و قدرت رو میرن پشتیبانی میکنند و زن و بچه مردم رو میکشند، حاصلش این است که این فساد گسترده در این نظام پیدا میشه. این آقای بابک زنجانی یه شهرام جزائری است که 4 تا از همین سپاهی ها علم کردند، یا بیت رهبری و استاد محقق این کارها های دکتر نوری‌زاده هستن، به روشنیشون هم میگن چندین نفر دیگه هم هستن که خدا میدونه اونها چند میلیارد به کشور دستشونه. ولی من واقعا آقای چالنگی نکته ای که اصلا ارقامش در ذهنم جا نمیگیره این است که این آقای بابک زنجانی خودش در مصاحبه گفته من از هر فروش نفتی 7% میگرفتم. آخه کجای دنیا نفت مملکت رو میدن به یه نفری؟ فرض کنیم ایشون سالم درست پولایی هم که فروخته پس بده، که ندادم. 7% از فروش نفت مملکت رو کسی برداریم؟ عددی که خودش گفته. آقای یعنی گلبنگیان 5% میگرفت اگه اشتباه نکنم. آقای گلبنگیان بدبخت میرفت شریک میشد تو چاهای نفت، 5% سرمایه گذاری میکرد و یکی از بزرگترین سرمایه‌دارای دنیا بود. گفته میشه ثروت این آقای بابک زنجانی بالای 20 میلیارد دلاره. شما ببینید این عدد اصلا در اقتصاد لاجون ایران، این عدد حتی در اقتصاد آمریکا خیلی بزرگه، چه برسه در اقتصاد نحیف ایران با میلیون‌ها نفر الان گرسنه. حالا ببینید این آقای بابک زنجانی مطمئنن این آفری رو، این پیشنهادی رو، این عرض شود میوهی رو که تو دامنش گذاشتن 7% از فروش نفت برداره تنها نیست، یه باند بزرگی پشتش هستن. اتفاقا همین حرف آقای زنگنه که آقایشون 2 میلیارد پول دلار پول پس نداده، صداش از تو مجلس در اومد. آقای زاکانی که از جبهه پایداری هست توی روزنامه‌اش که در میاره 9 دی و اینها، ببخشید پنجره، بعد و بیرا به وزیر نفت که نخیر، اینا اتهامات وزارت نفت. شما ببینید باندهای قدرت و ثروت چجوری دست هم دیگر میگیرن. من وقت آقای چالنگه ابعاد دیگه ای رو شنید تو این هفته، همین هفته گذشته، مدیرعامل مصر 1700 میلیارد تومن صنایع مصر کشور توش دزدی کرد. به احتمال زیاد مصر مملکت رو فروختن، پولشو با خارج از کشور نگه داشتن یا و پس ندادن. گفته بودن تو خود خبرها، گفتن که
حالا با همت برادران اطلاعات بخشیش پس گرفته شده، خدا میدونه چقدرش. و از اون عجیبتر وزیر نیرو آقای چیچیان میگه آقا دمان آقای احمدی نژاد اومدن یه پیمانکار ایرانی 600 میلیارد تومان قرار بوده پروژه راهن گلستان بجنورد مشهد رو با یه شرکت چینی فایننس کنه، به جای اون اموال وزارت نیرو بهش بدن، نیروگاه و غیره، اموال وزارت نیرویی که اختصاص دادن به این آدم بدن 12,600 میلیارد تومان، یعنی 12,000 میلیارد تومان. میدونید این عدد تمام کارخانجات کشور که الان فقر و گرسنگی کارگرها رو به سطوح آورده همه رو میشه باش بازسازی کرد با یه همچه عدد. با 4,000 میلیارد تومان میشه الان تزریق کرد صنایع خودروسازی کشوری که نزدیک به 1,000,000 آدم در معرض بیکاری قرار گرفتن و چپ و راست قطع سازا تعطیل میشن و میشه نجات داد. و البته وزیر نیرو گفته ما بردیم هیئت وزیران متوقف کردیم. جالب این هم با سر و صدا و اعتراض مواجه شد. لذا به نظر من مسئله برخورد با فساد تا یک لایحه‌ای به مجلس نرود و تمام مؤسساتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر آقای خامنه‌ای بنیاد مستضعفان عیب از اونجاست، خانه از پایبست ویرانه، اگر تا این و تمام مؤسسات وابسته به سپاه، خاتم الانبیا، قرارگاه های قرب، تا اینها گرفته نشه، از اینها ملی نشه، دولت هم اینها رو در یه فاصله به مردم واگذار نکنه. آیا به مجلس، چون این مجلسی خودشون هم به گفته خود شما این روزداده و اسناد مدرده ایکان چی که اصلا این آقای زاکانی که اسپوزید و بقیه آلوده هستن، با این باندها در ارتباط هستن و معلوم چه کسی در این نظام چطوری میشه امید داشت که این فساد ریشه‌کن بشه؟ هر روز ابعاد گسترده‌تری هم پیدا میشه. اتفاقا گفت قربون دهن شما، این همون جاییست که به نظر من اگر آقای روحانی راست میگه قصد برخورد با وعده هایی که در دوره انتخابات داده میخواد اجرا بکنه، اگر یک چنین کاری بکنه اون وقت مجلس که صداش در میاد، به قول مصدق گفت خاک بر سر مجلس، خاک بر سر مجلس، اون دعوایی که پیدا کرده بود، اون وقت میتواند بیاد توی مردم بگه آی مردم من میخوام این فساد رو درست کنم، این وکلایی که خودشون تا بن دندون بعضیاشون فاسدند رأی نمیدهند، یا این بیت خامنه ای نمیذاره. من نمیگم این کارا رو یک شبه بکنه که حالا حتما پاسخ امثالشون است که نه دعوا میشه نمیدونم، ولی ببینید تا با این فسادها برخورد نشه چیزی در اون کشور حل نخواهد شد. خب آقای نوری‌زاده، آقای روحانی چون اشاره هم شد به مصدق وارد اون بحث نمیشید، منتها آقای روحانی و این کابینه و این دولتی که هست آیا به گفته کوچه و بازار اهل این میدان هستن؟ ببینید آقای چالنگی، توی وزرا هستن کسایی که آدم میتونه حداقل ما پسر هیچ کدوم نماز نمیخونیم، ولی میتونه حداقل بگه پاکترن از بقیه یا اراده دارن برای این. من بیژن نامدار زنگنه رو وقتی وارد وزارت نفت شد دو تا معیار برام مهم بود، گفتم اگر تونست دکتر خالدی رو بندازه بیرون، بنابراین این آدم جدیه، واقعا اومده با فساد مبارزه کنه، چون ام الفساد معاون بین‌المللی وزارت نفت بود. ام الفساد یعنی آدم محسنی اژه‌ای بود و از طریق اون و اون دار و دسته حمایت میشد. ده ها قراردادی که خیانت بارترین قرارداد هاست بست و این مجموعه بودن که آقای میرکاظمی که خودش یکی از فاسدترین آدم هاست اینا رو آوردن. رستم قاسمی هم اومد اینا رو مسلط کرد و خدا شاهد آقای چالنگی این قرارداد رو من میشنم میخونم برای اینکه بتونم راجعش حرف بزنم، پشت آدم میلرزه. فتحعلی شاه از این قراردادهای خیانتبار نبسته، بیچاره فتحعلی شاه در جمهوری اسلامی قراردادهای اسارتبار ننگین، این 7% نیست که این آقا داره میگیره، 7% های دیگر پنهانی هم پس پرده هست که اینا دارن میگیرن. والله یه شاگرد سوهان فروش نمیتونه بره در مالزی و در نیس و در سورنتو
ویلاهای آنچنانی بخره که هنوز بلد نیست قاشق چنگال بگیره غذا بخوره. و اینا همشون رسیدن به یک مظلومی به نام ایران، چارچنگولی افتادن، دارن میچاپنش، چنگش میزنن، لگدش میزنن، و اون کسی که باید پدر ملت باشه چشماشو بسته و نگاه نمیکنه. و اینه که اگر آقای روحانی بخواد با این باندهای فاسد مبارزه کنه، یعنی واقعا واقعا به خودش بگه روحانی 34 ساله داری سلطنت میکنی، برو تو این 4 سال برای خودت اسم جاودانه بخر، باید بیاد به مردم ایران بگه بیت رهبری چه خبره، باید بیاد به مردم ایران بگه در دستگاه های قوه قضاییه چه فسادی ریخته، چجوری قضاتی که اسم قاضی دارن، من واقعا به یاد قضات با شرف قبل از انقلاب میفتم، اون مردان وارسته و زنان وارسته، قاضی داریم در وزارت در دستگاه قوه قضاییه پرونده به پرونده قیمت داره، قاچاقچی گرفتیم 20 کیلو مواد مخدر هروئین داشته، جناب آقا قاضی 20 میلیارد میگیره آزادش میکنه، و بری تو این بساط و 18 میلیون شکایت در دستگاه قضایی. آقای نوری‌زاده عزیز ببینید صحبت این هستش، ببینید چند بار این اتفاق افتاده در تاریخ همین معاصر، یعنی بعد از انقلاب موقعیتی برای بنی صدر فراهم شد که دیدیم چه کرد آقای بنی صدر، موقعیتی برای آقای خاتمی قدرتمندانه تر از آقای حسن روحانی فراهم شد. آقای حسن روحانی هم آدم گوشه‌نشینی نبوده که بگیم آقا 30 چند ساله بالاخره مشاغلی داشته. همین آقای زنگنی که شما اشاره کردید، خب در اشارات قبلی شما بوده در باندهای فساد سهیم بوده. من حرف من این هستش که فرض کنیم تمام وزراش از معصومین هستن، هیچ کدوم هم آلوده نیست، آیا در ساختار خود جمهوری اسلامی این توان رو داره؟ فرض کنیم آقای روحانی هم هیچ وقت آلوده نیست، این نهاد این توان رو داره با اون باندهای عظیم قدرتی که هست، منافع کلانی که میلیاردیست میبرن، آیا توان اینو داره که یک آدم فرض کنیم کاملا صالح بیاد و یه کاری بکنه کارستان؟ ببینید آقای چالنگی، ما آدمهایی نداریم که از کره مریخ اومده باشن، همینان که اصلا تو بساط، اون آدمهای قابل و برجسته و شایسته و آزاده و وطن پرست همه یا تو گوشه زندانن یا در تبعیدن یا وادار به سکوت شدن. از این مجموعه‌ای که هستن ما چرا میگوییم بنده و جنابالی چند ساله، آقای سازگارا چند ساله داریم داد می، برای چه میگوییم؟ نه اوما سهیمیم، نه سهامی داریم، نه در مملکت، خونه بندرم گرفتن، پس من چیزی اونجا ندارم که جوش بزنم، ولی این دادو دارم میزنم برای اینه که هنوزم با وجود ضوابط این نظام و چارچوب این نظام اگر کسی قصد خدمت داشته باشه میتونه خدمت کنه. در این مملکت بودن کسانی که خدمت کردن، مدیرانی بودن که دزد نبودن، فداکاری کردن، حداقل اون حوزه مدیریتی خودشون رو تطهیر کردن. الان هم اگر در میان این وزرا یا خود آقای روحانی این شهامت و غیرت وجود داشته باشه و نگاه کنه ببینه در وطنش مردم کلیه میفروشن، بی آبرویی، برای که بی آبرو جور زن و بچه نشن ناچارن چهار جا کار بکنن، و اون وقت بابک زنجانی بیاد بره 20 میلیارد ثروت از پول این کشور جمع بکنه و امثال خوم داماد آقای فلاحیان، آقا مشتبه ببینید اوزاش چه خبره، داماد آقای فلان، نوکر آقای محسنی اژه‌ای، هر کدوم از اینا ببینید چه بساطی برای خودشون رای دارن. اون وقت آقای خامنه‌ای محسنی اژه‌ای رو که رئیس دوست‌ها و جنایتکارانه میذاره دادستان کشور، ایناست که آدم رو دیوانه میکنه، پور محمدی میشه وزیر دادگستری. اینجاست که من میگم آقای روحانی اگر صادقه، اگر آبروی داره، این آبرو دائمی نیست، 6 ماهشون وقت داره کاری بکنه، تو این 6 ماه باید کار بکنه. بله، خب این مثال خود روحانیت حاکم بر منبرم با سالهای سال زدن بوده، در لشکر شمرو یزید هم از کنم قرب ابن یزید ریاهی، بله بله
از اون وقت جدا شد و اومد این وقت. شاید شما دارید اشاره میکنید آقای روحانی کار هر شبیه هر باید انجام. امیدوارم. از کنم خدمتون آقای سازگارای عزیز در شهرداری هم ظاهرن به سبک باندهای مافیایی پشت درهای وسته هر کدوم پرونده زیر بغل، اگر تو اینو بگی من اینو پرونده رو میکنم اون یکم همینطور، و بالاخره سرانجام این شد که بعضی هم این وسط رو تغییر موضع دادن لابد بر مساله ای از جمله خانم راستگو اونطور که متهم شده، و سرانجام باز غالیباف در مقام خودش ابقا شد. در اینجا چه گذشته؟ خیر و صلاح مردم تهران و پایتخت زمینه انتخاب بوده یا خیر پرونده های زیر بغل طرفین؟ داستان شهرداری تهران بسیار داستان عبرت آموزی بود، برای اینکه شهرداری به هر حال سازمانی است که 11,000 میلیارد تومان درآمدشه و بودجهش از تقریبا تمام وزارتخونه ها حتی از وزارت آموزش پرورش بزرگتره، و وقت پولش هم خیلی بی حساب و کتابه، و بنابراین یک قدرت بزرگ مالی اقتصادی و بعضا سیاسی هم هست. کشمکش سر شهردار تهران که بین آقای محسن هاشمی پسر آقای هاشمی و قالیباف رقابت در شورای یک نفره شهر تهران رسید به جایی که با یک رأی در واقع جا به جا شدن، اون هم خانم الهه راستگو که موضع عوض کرد و لیست اصلاح طلبان رفت به قالیباف، رأی داد باعث شد آقای قالیباف بماند. اصلاح طلبا نشریاتشون الان مدعی ان که خانم الهه راستگو برادرش از پیمانکارای بزرگ شهرداریه و منفعت اقتصادی باعث شد که اینجور تغییر موضع بده. خودشون البته از خودش دفاع کرده، گفته مصلحت مردم رو من دیدم، پروژه های نیمه تمام شهرداری و امثال اینها. ولی الان یک جنجال بزرگی شده، ایشون شده قهرمان راستیا و اصولگراها و این طرف مدعی ان که خیانت کرده. البته ایشون از حزب اسلامی کار که عضو اون حزب بود و از اون ائتلاف توی شورای شهر با اصلاح طلبها اومده بود اخراجش کردن. ولی مسئله شهرداری‌های جالنگی اتفاقا برمیگرده به اون بحث قبلیمون. شما دیدید در ماجرای انتخاب شهردار تهران باندهای فساد و قدرتی که اون پشت نشستن آنچنان فعال شدن، کار به تهدید دزدیدن بچه عضو شورای شهر رسید، آنچنان قداره کشیدن و زد و خورد شد، آخرم نذاشتن از دست قالیباف و باندش بره بیرون و اون گروه هایی که پشتش بودن، که نشون میده که این گروه های فسادی که در کشور هستن خون میریزن، آدم میکشن، ولی به این سادگی دست بر نمیدارن. اتفاقا همین قصه شهرداری عبرت آموزه. یعنی بحث قبلیمون، آقای روحانی اگر بخواهد کشور درست بشه، آقای هاشمی هم روش، آقای خاتمی هم روش، همه کسایی که فکر میکنن باید درست بشه، باید در شوروی وقتی آقای گورباچوف اومد سر کار دو تا حرف زد، یکی گفت گلاسنوست، یکی گفت پروسترویکا. گلاسنوست یعنی شفاف سازی، گفت تو اقتصاد من باید شفاف سازی کنم، قوانین رو عوض کنم، توی سیاست هم آزادی بدم، پروسترویکا بکنم، اصلاحات سیاسی بکنم. این ماجرا آقای چالنگی، من اگر بخوام در یک جمله خلاصه کنم، تای ماجرا اینجاست. آقای خامنه‌ای که اصلاحات خروشوفی خاتمی رو سرکوب کرد، 8 سال قطار زنگزده جمهوری اسلامی رو مثل دوره برژنفی به همون راه سابق برد، با یک به نظر من دیوانه مثل احمدی نژاد دیگه این قطار رو نه فقط تو همون ریل بود، بلکه ریلاش هم کند و ترمز قطارم برید و این فاجعه رو در کشور خلق کرد. حالا دلش میخواد یه جوری به دوره پوتینی عبور کنه که باندای مافیایی قدرت و ثروت باشن، همجوری کشور نگه دارن، رابطهش هم با دنیا بهبود بده و از اون جنگ سردش با دنیا یه جوری بیاد بیرون. دلش خواد این عبور بکنه بدون اینکه بهای
گورباچوفیشو بپردازه. و اگر این بهای گلاس دوست و پروسترویکایی این وسط اتفاق نیفته، من خدمت شما عرض بکنم دنیا هم فکر نکنه آقای خامنه‌ای میتونه عادی سازی کنه روابطش رو با غرب. من اینجا با آقای نوری‌زاده شاید یه اختلافی هم دارم. به محض اینکه دست بزنن به شفاف سازی و درست کردن، به نظر من این دیگه چارچوب نظام جمهوری اسلامی نیست که قابل اصلاح میشه. به نظر من اصلا قابل اصلاح نیست. اومخ ساختاراش به هم میریزه و چه بهتر که به هم میریزه. درست آقای نوری‌زاده تایید میکنین این حرف رو؟ واقعون میشه در واقع برای آقای احسازدار. اجازه بدین چون این حرف برمیگرده با آقای نوری‌زاده همینجا، چون خراب یه جمله بفهمه. آقای نوری‌زاده حرف رو شنیدی؟ حرف آقای سازدار رو؟ بله، بنده که معتقدم قربونت برم جناب چالنگی، یکی از دلایلی که آقای خامنه یه قدم عقب نمیره همینه که وحشت داره از اینکه اگه بره ناچار بشه قدم‌های بیشتری بره و اون تجربه تاریخی دیکتاتورها تکرار بشه و فرو بریزه. اما این معاف نمیکنه آقای روحانی رو از تعهداتی که در برابر مردم داشته. من منظورم اینه که آقای روحانی چرا نمیخواهد در تاریخ به عنوان کسی باشه که اومد گلاسنوس و پروسترویکا رو اعلام کرد در ایران. انسان، ببینید آقای چالنگی، من همیشه پیش خودم میگم آدم ها به یه نقطه‌ای در زندگیشون میرسن، هر چقدر حالا منزه طلب باشن، هر چقدر نمیدونم بخوان اسم خوبی داشته باشن، در برابر یه امتحان قرار میگیرن که تو این امتحان یا سربلند میان بیرون یا سرشکسته. آدمایی هستن در برابر یک عمر در یه لحظه میشینن فکر میکنن، در اون لحظه تاریخی یکی میشه سنجابی، یکی میشه بختیار، یکی میشه صدیقی، یکی میشه اون یکی. منظورم اینه لحظات تاریخی آدم ها نشون میدن که کی هن. آقای روحانی به نظر بنده به خاطر تجربه‌ای که در حکومت داشته و در رأس قدرت بوده و مرکز تصمیم گیری همه چی رو میدونه، خیلی بیشتر از آقای خاتمی. همینجا آقای نوری‌زاده از یک سوال مطرح میشه. بله. چرا روند تحولات سیاسی در ایران به این شکل در اومده و شکل کند؟ ما به آقای سازگارو برخواهیم که 34 سال گذشته از آیت الله خمینی میرسه امیدهای جامعه میرسه به حسن روحانی. میدونید؟ یعنی 34 سال در تاریخ. بله بله، ما متاسفم. یعنی شما با تحولات پیش از انقلاب مقایسه کنید. روند تحولات سیاسی پیش از انقلاب هیچ بحثی چیز نیست، از بابت جامعه شناسی شاید داریم صحبت کنیم، موضوع بحث فراوانی است. شما مثلا فرض کنید از قوام به مصدق میرسه، از مصدق به هر حال بعدها به امینی یا پیش از اون دولت‌هایی که جابجا میشن و همینطور روند تحولات. جناب چالنگی عزیزم، شما وقتی یه آدمی به نام بقایی با تصدیق مدرسه ابتدایی میاد میشه معاون رئیس جمهوری، در نتیجه وقتی میده حالا جای اون جهانگیری اومده میگه حالا این اقلا یه تحصیل دانشگاهی داره. متاسفم من که استاندارد ما به این درجه پایین اومده. متاسفم من که احمدی نژاد میشه رئیس جمهوری ایران. ببینید، مردم ایران از روحانیت بیزارن، روحانیت اعتبارش رو از دست داده. همین دیروز پیغامی از یک دوست مشترکم اومده بود، از یک روحانی برای من آورد که فقط تو خونه نشستم، دستم بالاست که خدا زودتر منو ببره، چون آبروی برای عبا و عمامه باقی نمونده. منظور شما روحانیت حاکم هست؟ من. بله. حالا من بغیرم گرفت. نه، منظورم اینه که مردم از این مجموعه فارغ التحصیلان فیضیه و مدرسه حقانی بیزارن، اما همین مردم میدن روحانی رو انتخاب میکنن و شادن از اینکه آقای روحانی رو انتخاب کردن. چرا؟ چون در نبود آدم، خب مردم میان ارزیابی میکنن، میگه این باز یه خود به قیافش میرسه، یه خود مرتبتر، حرفای منظمتر میزنه، یه درسی تو اسکاتلند خونده. غرضم اینه آقای روحانی گزیده من نیست، بنده نمیام آقای روحانی رو انتخاب بکنم، سرم هم ببرن. ولی الان مردمی که انتخاب کردن انتظار دارن آقای روحانی، این فرصت تاریخی رو بهت دادیم، 4 سال هم مثل برق میگذره، همون جور که 8 سال احمدی نژاد گذشت.
اما تو میخوای چی کار بکنی؟ توی نقطه یستی، موات همه سپید شده، 34 سال از بهترین زندگی سلطنتی متنعم بودی. بدبخت شاه و اون رژیم گذشته که میگفتن ویلاهایی که اینا دارن در برابر کاخشا، کاخشا میشه مثل صندوقخونه. خب ببینیم، ما وارد بحث میشیم که دانش خیلی وسیعه، امیدواریم همین بشه که شما میگی داره روحانی چنین کنه. اما آرزو میکنم، نمیگم میکن، آرزو میکنم اونهاشم هست اعتبار خودش. شما چرا از این کاخهای باشکو بگذرم و این امکانات باشکو و بیان جانب مردم رو بگیرن؟ این یک بحث طولانی سربت آقای چالنگی سرنگون میشن. آقای نوریزاده، برای اینکه حرف شما دوچار سوء تفاهم نشه، برای خود شما واگذار میکنم. اینکه میفهمین دختی کسی نیست، آدمی نیست، منظور اینه دایره رو اینقدر بستن که اجازه ورود کسانی رو نمیدن، وگرنه ایران دارای آدم های متخصص کارشناس بسیار زیاد در زمین های مختلف هست. بنده عرض کردم یا در خارجن یا در زندانن یا در سکوتن، آدم هایی که قابلیت اداره مملکت داره. اما اینو میخوام بگم، آقای روحانی آدم هوشمندیه، سرنوشت بشار اسد رو میبینه، این سرنوشت در انتظار جمهوری اسلامی هم هست. حالا یا خودشون زمینه میچینن که این سرنوشت خونین نباشه، نکنن خونین خواهد شد و اینا فکر نکنن که جاودانه حکومت میکنن. نه آقای، بله آقای سازگارا، در همین زمینه برگشتیم به خود شما. من یه جمله عرض بکنم خیلی فشرده. انقلاب که پدران ما در مشروطه کردن، مدلش مدل انقلاب کبیر فرانسه، مدل یک انقلاب دموکراتیک بود. حاصل اون انقلاب پرورش رجالی بود که به هنوز هم به نظر من تاریخ معاصر ما رجالی رو که در دوره رضاشاه، چون رضاشاه تمام سر سفره مشروطه نشست و رجال مشروطه رجالش بودند و اون فکرها و اینها هنوزم تکرار نشده. مردان ارزنده‌ای که در هر دو حرفه‌ای بودن بی‌نظیر بودن. یعنی خاصیت اون تحول و اون انقلاب رجال درجه اولی شد. انقلاب اسلامی ایران از روی مدل انقلاب اکتبر روسیه شاید بیشتر الگو برداشت، به اضافه اینکه حالا یک چیزهایی رو هم اضافه کرد بهش به دلیل اسلامی بودنش. این انقلاب عقیم شد از زایش مردان ارزنده‌ای که انقلاب مشروطه به مملکت ما هدیه کرد. مردان ارزنده‌ای که بله منظورم از مردان، مردان و زنان مردمان. این در یه جمله در واقع به نظر من چرا ما اینجور ظاهرا دچار فقر نیروی انسانی و آدم اینها شدیم و چرا به قول آقای نورزاده آخرش سر از دستم بقایی در این مملکت ایران مورده که اصلی ترین کاراش دست کسایی باشه که حتی شما عقل سلیم رو درشون سراغ نده. ولی به هر حال ببینید آقای چالنگی، به نظر من الان که یک کشمکشی که در ایران هست، متاسفم این رو بگم، ولی امثال حرفایی که آقای حجاریان میزنن سعی میکنن تئوریزه بکنند و همین عبور از عصر برژنفی به پوتینی رو تسهیل کنند، یعنی باندهای فساد و قدرت بمانند بدون اینکه تغییرات و تحولات در کشور بشه. آقای روحانی باید تصمیم بگیره، منم با آقای دکتر نوریزاده موافقم، ایشان باید بداند یا باید بره شریک دزد بشه و رفیق قافله نمایشش باشه که به مردم میده، همین باندا میمونن، همین بساطا، و مطمئنم باشه چیزی در کشور حل نخواهد شد، تحریم هم حل نمیشه. یا باید که بپذیره بهای لازم رو بدهد و مردم که از مطالباتشون کوتاه نیومدن، همین دیروز بالاخره خانه سینما باز شد، سینماگرا تمام این دو سال گذشته که تعطیل بود کوتاه نیومدن، اخشار دیگه مردم هم کوتاه نمیاد، شکم گرسنه مردم هم حل نشده. بنابراین ایشون سر یه دوراهی، به قول آقای دکتر نوریزاده، یا نام نیکی ازش در تاریخ میماند، کسی میشود که این بساط به هم میخوره از قبلش. من نمیخوام بگم شلوغ میشه، انقلاب میشه، خیلی هم ممکن است که با آرامش منتقل شه، ولی این ساختاری که یه ولایت فقیه اون بالا نشسته باشه، بیش از 40% اقتصاد کشور رو
کنترل بکنن ایشونا سازمان های زیر نظرش، از هیچ نظارتی هم استفاده بهشون نباشه. این بساط خب معلومه توش صدها بابک زنجانی به وجود میاد و فساده و هیچ مشکلی حل نمیشه، نه کسی سرمایه گذاری میکنه، نه کارخانجات راه میفته، نه شغل ایجاد میشه و نه اتفاقی میفته. بنابراین به نظر من هم آقای روحانی حالا که پذیرفته اومده، مردمی هم بهش رأی دادن، امید بستن بهش، سر یک دوراهی است که اگر راه درست رو نره اون وقت خواهد شد یک ببخشید دزدی مثل بقیه آقایونی که مثل همین آقای بابک زنجانی و دیگرانی که این افتضاحات رو در کشور بالا آوردن و اوضاع کشور که بدن در بدتر شده از این هم خرابتر خواهد شد. بسیار خوب. برحال اگر فرضم بر این باشه که آقای روحانی تا به حال جزء سیستم نبوده که بوده، حالا امیدواریم بر سر این دورایی راه درستی رو در جهت مردم و خواستار و مردم و اون چی که مردم نیاز دارن برداره. اما در کوچه و خیابان در همزمان با دولت آقای روحانی چه میگذره؟ ببینید آقای برادران لاریجانی نشستن در سمیناری صحبت از عدالت کردن، صحبت از اخلاق اسلامی کردن، آقای صادق لاریجانی صحبت از این کرده که مدرنیته فرهنگ غربی بسیار مضر میاد در ایران لطمه میزنه و زده بیهجابی. مثلا برادر ایشون اون یکی لاریجانی رئیس مجلس که گفته که بله ما باید اصلاح کنیم با توجه به فلسفه حیات اسلامی، اون نظر ایشون است که فرهنگ نسل جدید رو با توجه به فلسفه حیات اسلامی اصلاح کنیم. جناب چالنگی، این فلسفه حیات اسلامی چه هست؟ نمونی از اونو در خیابانه تهران میبینید، یکی از دخترهای نازنین ایرانی که ماموران اجرای فلسفه حیات اسلامی رو گفتی آقای داریبی مشغول اصلاح اخلاقیات جامعه هستند به گفته آن یکی لاریجانی، صادق لاریجانی. صحنه رو چه میگذره؟ آیا همزمان با این که وعده‌های آقای روحانی داده شده گروه‌های دیگه‌ای که مخالف ایشون هستن در ساختار، چون دیده میشه فشارها زیاد شد، گشت‌های خیابانی از این صحنه‌ها روزانه دیده میشه این ور اون ور در ایران، چه زمین در کتای بین جناح چیه؟ آقای چالنگی، آقای علی لاریجانی تشریف بردن ترکمنستان و در اشخابات در 12 دختر بسیار زیبا بی حجاب اومده بودن با نان و نمک و گل به استقبالشون. رئیس مجلسمون هم چه حالی میکرد، مشغول چشمرانی بود. مجلسمون یعنی مجلس نظام، مجلس شورای اسلامی. بله، ایشون مشغول حال کردن و چشمرانی بودن دور از چشم دختر آقای مطهری همسرشون. و حالا اخوی مبارکشون هم وقت در تهران حکم اسلامی صادر میکنه، رژیمی آلوده سر تا پا فساد، دادستانش در مشهد زن شوهردار رو یقشو میگیره، وزیر اطلاعاتش یک بانوی شوهردار رو که مهماندار هواپیماست میبره بعد میکشه، تمامشون آلوده و فاسد. وقت به دختر بدبخت ایرانی که حالا روسریش خود رفته عقب تو خیابون اینجور برخورد میکنه. ببینید آقای چالنگی، این نظام اولا برای زن ایرانی ارزش قائل نیست. زن عیاله، والده آقا مصطفی است. فیلم زندگی خصوصی رو دیدیم، نمادهایی از زندگی چند تا از وزرا توش بود، چند تا از وزرایی که میشناسیمشون
نمادهایی از زندگیشون توش بود که آخرم دختره رو زد کشت. و این در زندگی اینا هست، فاسدترین فاسدان و واعظ غیر متعظ، و میخوان اینا دختر پسرهای ایرانی رو ارشاد کنن. نتیجه ارشادشون هم این شده که دو جامعه داریم میبینیم، این اعتیاد گسترده. منتها من فقط نمیخوام روزه بخونم، یا هر دفعه بیایم بگیم مملکتمون این دردها هست، یه جا باید این غیرت ایرانی به جوش بیاد. مصر رو نگاه کنیم، برای ما مصری ها بشن قدوه، بشن سرمش نصب العین. دیدیم مصری ها چی کار کردن، ما هم بالاخره باید یه جا به خودمون بیایم. آقای روحانی هم باید بدونه مردم بالاخره یه روز منفجر میشن. شاید به مصلحت خودش و دوستانش باشه که قبل از اینکه این انفجار صورت بگیره بیاد همدل با مردم، جلوی این تجاوزات به حقوق فردی افراد و حقوق اجتماعیشون رو بگیره. خب آقای سازگار، من مطمئنم شما این فیلم رو دیدین، ویدیو رو دیدین، این گزارش تصویری رو. دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، برمیگردیم به صحبت اولیه. آیا این بسیجی ها، این نیرویی که داره اینطور رفتار میکنه با دختر ایرانی، دختر مردم، هموطن خودش، چرا به جای روحانی این گروه فکر نمیکنن که حاصل چنین کاری هواپیماهای شخصی آقای بابک زنجانی خواهد بود و میلیاردها دلار ایشون در بانک‌های خارجی؟ چه رایی هست بسیجی هایی؟ کاملا. ببینید، حکومت هر وقت که احساس میکنه مردم ممکنه به قول معروف ببخشید روشون زیاد شه، این جمله معروف معاویه در تاریخ ان نصر به رعب رو که نصب العین آقای خامنه ایست و سیاست های ایشون بر این بنا شده، سعی میکنه مردم رو بترسونه که مبادا روی حکومت بیستن. راهی رم که یاد گرفته به بهانه حجاب و امنیت اجتماعی اخلاقی قشون کشی میکنه. تو همین سه ماه بعد از انتخابات متجاوز از 5 بار 6 بار همین قشون کشی رو کرده و تن زن و بچه مردم تو خیابون میلرزونه. کاملا آقای چالنگی این حرف رو باید به همون پلیس، همون بسیجی، همون لباس شخصی زد که تو داری اینطور دستت رو به جنایت و ترسوندن زن و بچه مردم آلوده میکنی، بدان که حاصل این نظام تولد بابک‌های زنجانی و ده ها مثل اونیست و میلیارد ها میلیارد پولی که دیگران میبرند و نهایتش هم تباهی یک کشور. آقای نوری‌زاده، کمتر از یک دقیقه وقت داریم و اینکه حمله احتمالی به سوریه عقب افتاد. من متاسفم که آقای اوباما هنوز تصمیم نمیتونه بگیره، هنوز نشسته تا ببینه جامعه جهانی چی میشه. حالا سوریه دست از سلاحهای شیمیاییش برداشت، تسلیم شد. جواب اون 1400 نفر که 700 تاشون بچه بودن که خواهد داد؟ این برای من هنوز معماست. حرفی که دیروز دکتر برهان قلیون میزد که آقا پس خون 120 هزار نفر چه؟ فقط موضوع بر سر کارخانه تسلیحات شیمیایی بود که اسرائیل خیالش راحت بشه؟ نه، پس اون 1400 نفر تکلیفشون چیست؟ بسیار من متاسفم که به اینجا رسیدیم. و دیروز من ابو مازن رو دیدم، باش گفتگوی کردم و از جمله حرفایی که میگفت، گفت عدالت بین المللی رو دیدی؟ گفتم بله، عدالت بین المللی کاملا شاهدش هستیم. و به پایان این برنامه رسیدیم. آقای نوری‌زاده، آقای سازگارای عزیز، بینندگان گرام، با سپاس از هر دو مهمان جمعه شب‌های تفسیر خبر و با سپاس از شما بینندگان عزیز که اشکالات فنی رو حتما بر ما خواهید بخشید، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، چال سند و زبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش.